خب راستین نیست بچه ها. نیکان، صدرا، محمد تاها، آرمان، رادین، امیر محمد، روزبه، سامین، ایلیا، علی، بردیا، کیان، سیمینپور، کیان سهامی، امیر حسین، روحام، محمد علی، متین، محمد مهدی، امیر رضا، حسام، بنیامین. باراد، مرسی. خب بچه هایی که زنگ پیش تصویر نگرفتن اول اونا اسماشون رو میخونم دست بالا کنن. باراد، بنیامین، حسام. بقیه دست پایین بچه ها. باراد، بنیامین، حسام دستشون بالا باشه. بقیه همه دست پایین. مرسی پسر خوبم. خب باراد جان سلام، قربونت برم. باراد جان میخوایم ببین و بگوی سفر رو با همدیگه انجام بدیم. بگو باراد جان اینجا چی میبینی؟ تصویر اول. این چهار تا تصویر به هم دیگه ربط دارن. خب میتونی یه چیز کلی دربارهشون بگی؟ تصویر اول خانم معلمشون بچه ها رو برده بینون دارن با هم ورزش میکنن. آفرین. تصویر بعدی خانم معلمشون میخواد دستشون توپه، میخواد بسکتبال یاد بده. خب تصویر بعدی بچه ها دارن تنابازی و بسکتبال بازی میکنن. خب تصویر آخر بچه ها دارن آب میخورن. خب باراد اول به من بگو ببینم به نظر شما زنگ ورزششونه یا نه زنگ کلاسه؟ چیه؟ چه زنگیه؟ ورزشه. زنگ ورزشه. خب توپشون رو خوب نگاه کن، گفتی بسکتبال. توپ بسکتبال این شکلیه؟ آه نه اشتباه گفتم، والیبال. آفرین، دارن والیبال بازی میکنن بچه ها. خب بچه ها تصویر یک داره نشون میده که بچه ها دارن نرمش میکنن. قبل از این که بچه ها ما شروع کنیم به ورزش مثلا حالا بسکتبال، والیبال یا هرچی، باید بدنمون رو نرم کنیم، گرم کنیم که خدای نکرده آسیب نبینیم. زنگ ورزششونه. بعدش خانومشون توپا رو داده بهشون. حالا بعضیا تناب بازی انتخاب کردن، بعضیا والیبال. بعد از بازی هم چیکار کردن؟ دارن دستشون رو میشوین با آب و مایه بچه ها. خب مرسی بارا جون. گفتم کی آماده باشه؟ آقا راستین علامت اجازه رو بردارین، آقای حق نژاد هم بردارن. مرسی. بنیامین بیا. بنیامین چند تا کلمه بگو توش صدای او باشه. توت. باریکلا. دیگه یکی دیگه هم بگو. ورزش، معلم ورزش چی میزنه؟ معلم ورزش تو دهنش چی داره؟ چی؟ میگم معلم ورزش زنگ ورزش تو دهنش چی داره؟ سوت. سوت، باریکلا. خب
توی درسمون چه چیزایی رو دیدی که صدای ت داشته باشه؟ دست. چی؟ دست. دست. دیگه؟ باریکلا دیگه؟ خیلی ممنون. مرسی. حسام بیا عزیزم. بعد از حسام بچه ها محمد مهدی و متین و محمد علی آماده باشن، بقیه دیگه دست پایین. سلام خانم. سلام عزیزم. حسام جان چند تا دو تا میوه بگو که توش صدای او باشه. صدای او مثل دود. میوه بسن. میوه عزیزم. مثل درخت. توتات. توت فرنگی. توت فرنگی. توت فرنگی. آفرین. دیگه توت. توت. توت فرنگی. آلو. آلو. هلو. آمالو. خرمالو. باریکلا. حالا چهار تا کلمه بگو توش نشانه یه ت باشه. ت. حالا فرق نمیکنه ت غیر از آخر یا ت آخر، فرق نمیکنه. سوت. باریکلا. سوت. دیگه توپ. دیگه از کتاب هم میتونی بگی. تاب. آفرین. یکی دیگه تابلو. مرسی ممنونم. آقای حق نژاد بیان. خب محمد مهدی چه بازی هایی رو دوست داری؟ ماشین بازی. ماشین بازی. قبل از خوردن میوه باید چه کارهایی انجام بدیم؟ دستامون رو بشوریم. دیگه فقط دستامون رو بشوریم؟ با دستمون میوه نخوریم. خب دیگه خود میبرم بشوریم دیگه. هم میوه باید شسته باشه هم دستمون، درسته؟ درسته. خب خیلی ممنون. مرسی محمد مهدی. خب متین بیا. ای آقای روحام رفیقی سلام. آقای رفیقی کجایی؟ بهتر شدی عزیزم؟ سلام خانم معلم. عزیزم محمد علی زاکر دستش بالا لطفاً. محمد علی محمد علی چی شد تو کلاس؟ کلاس رفته بیرون محمد علی؟ خب به جاش روحان بیاد. بذار ببینیم روحان حالش چطوریه. سلام. سلام روحان جان. خوبی عزیزم؟ بله خدا رو شکر. دلم برای تنگ شده بود. منم دارم برای شما. عزیزم بهتر شدی؟ مامانم مریضه من نیستم. خب ایشاله که زودتر خوب بشن. از طرف من سلام برسون. خب متین. بله. دو تا ورزش رو پانتومیمش رو اجرا کن. خب روحان حد بزنه. آره آره روحام حدس بزنه که چه ورزشی رو شما داری اجرا میکنی. بذاری من تصویراتون رو بزرگ کنم. تصویر خودم هم ببندم که مشخص بشه. خب بفرمایید. تنها؟ آره. خب یکی دیگه؟ شنا. آفرین باریکلا. آفرین به تو.
مرسی. خب روحام جان، امروز نشانه ت رو یاد گرفتیم. زنگ اول نبودی، نشانه ت رو یاد گرفتیم. ت دو تا شکل داره، بعدم فیلمش رو حتما ببین. خب ت غیر از آخه و ت آخه. خب بعدم تو آپارات حتما فیلمش رو ببین که خوب یادش بگیریم. خب بچه ها، گفتم که کتاب نگارشتون دم دست باشه، صفحه‌ای که گفتم آماده کنید بذارید جلو دست. آقای محمد علی نیستن؟ نیومدن تو کلاس؟ اومدن؟ خب محمد علی بیاد. خب محمد علی کتاب نگارشتو باز کن، صفحه‌ای که گفته بودم. از بالا میخوایم بچه ها دونه دونه کلمه ها رو بخونیم، بعد شروع کنیم به نوشتن. خب محمد علی، تصویر تصویر. خب محمد علی از بالا انگشت اشاره رو بذار. بچه ها همه بلند میخونیم با هم، باشه؟ شروع کنیم. غیر از آخه. آخه خط بعدی. خط بعدی آت. نه اول ت با آ میشه، ترکیب و کار کردیم. ت با آ میشه، به من گوش بده مامانا نگانه. ت با آ میشه تا. تا آخه من همجید درسای اول میخونم از یادم میاد، یه دون با یه دون من آدم یادش نمونده. همین جوری هم باید تمرین کنیم. اگه به من گوش بدید، اگه به من گوش بدید بچه ها، من بهتون کمک میکنم. خب وقتی که لازم باشه من بهتون کمک میکنم، پس به من گوش بدید خوب تا خوب یاد بگیرید. ت با آ میشه تا. خب حالا بخون تا. تا آفرین. بعدی داست. داست ده نه دا د با آ دست. دست. کتابتو نگاه کن بچه ها، دیوار رو نگاه نکنین، این برانور رو نگاه نکنین، دستتو بذار. دست بخون. دست. خب نمیدونم بعدی دوست. 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 دیدی چقدر خوب خوندی، باریکلا. بعدی است. است، باریکلا. یه بار دیگه بچه ها بالا. ت غیر از آخر. ت آخر تا نخوندیم شروع نکنیم به نوشتن. تاب. ت با آ میشه تا. تاب. بعدی دست. با آ میشه دم. دست. ببینیم بچه ها، دست یادتون باشه موقع نوشتن دست، دست نشانه س رو قشن رو خط بکشید، بعد ت رو بنویسید، همون جوری که براتون نوشتم رو تخته ها. دندونه های س با ت به هم نچسبن، حتما دست س رو بکشید بعد ت رو بنویسید. بعدی دوست. د با او میشه دوست. است. آخری هم بچه ها، است. است. بچه ها ببینید، سه تا از کلمه ها و ت به هم چسبیدن. خب باید حتما بینشون فاصله باشه ها، یعنی نشانه س رو خط بکشید و ت رو بچسبونید. از هر کدوم فقط 5 تا برام بنویسید. خب بینشون با مداد قرمز خط فاصله. ریز. ریز کوچولو. ریز اندازه کتاب، بزرگ بزرگ نوشته نشه. بنویسید و بخونید. شروع کنید. چشمم. خوشخط با دقت.
مدادا نوکش تیز، چون اگه مدادا نوکش تیز نباشه نوشته هاتون زخیم و زشت میشه. پس مدادا نوکش تیز، من تصویر خودمو میبندم که بتونم بچه بهتون تصویر بدم. دوربینا رو کتابا. همه بنویسید و بخونید. خط فاصله یادمون نره. چی؟ چی؟ یه لحظه سرا چی شده؟ من هنوز صفحه رو پیدا نکردم. چرا؟ من که تو روی صفحه چیز گذاشته بودم که آماده باشه. نگارش تو بیار، کتاب نوشتنی درختیه. آورده. خب آخرین صفحه که نوشتی و بیار که عکس اسب و بادام و باد داره، بعد از اونه. مامان پیشتون نیستن؟ چرا این؟ بله همینجا با مداد قرمز خط فاصله بذاریم. بنویسید و بخونید بچه ها بلند. میتون دوربین رو دست من ببینم؟ میتونی دوربین رو بگیری پایین؟ اگه نمیتونی کتاب رو بچه ها یادتون نره. نقطه های ت رو آفرین میکن. نقطه های ت رو کنار هم بذارید، فاصله دار نباشه ها. نقطه های ت کنار هم و سر جای مناسبش. محمد علی الان نقطه ب رو ببین چقدر پایین و بزرگ گذاشتی. تاب نقطه ب رو اونجوری نذار، پاک کن. آقای اشلقی بیان. آقای زوی بیان. آقای نظری هم بیان. مدادا رو دیگه بچه ها من نگم باید درست بگیرید. آفرین مدادا درست، کتابات سر جای مناسب، فاصله چشم با کتاب اندازه. دیروز طرز نشستن رو دیدین؟ توی علوم یاد گرفتین؟ گفتیم چجوری باید بشینیم پشت میز؟ پشتمون صاف باشه. آفرین محمد ها. آفرین آقای زویی. آفرین امیر محمد. بنویسید و بخونید. ببین اصلا صدایش کدومتون نمی اومد. خیلی از آخر بعدی ها خیلی بزرگ نوشتید آخر رو. بعد نقطه ها هم گفتم کنار هم، نقطه ها خیلی فاصله دارن. بچه ها اونایی که یاد نگرفتن اگه نبید، بچه ها تو همه درس ها، خب تو همه درس ها هر چیز رو که متوجه نشدید دست بالا کنید به من بگید، دوباره بهتون بگم یا بنویسم. حتما تو کلاس ازم بپرسید که خوب یادش بگیرید. باشه؟ اونایی که الان مثلا طرز نوشتن ت رو خوب یاد نگرفتن بگن دوباره بهشون نشون بدم. خب روزبه بیاد، رادین بیاد، سامین بیاد. رادین داری می نویسی؟ تا
سامی نقطه ها رو کنار هم بذار. کدوم صفحه است؟ من برای شبنگ تفریح صفحه کتاب رو انداختم روی صفحه کامپیوتر. آفرین سامی. همین صفحه که داری می‌نویسی همینه. رادین بخون و بنویس عزیزم. روز به آفرین. علی بیا عزیزم. ایلیان بیاد. غیر از آخر آخر بنویسید و بخونید. از هر کدوم پنج تا دونه آخرین. علی جون، علی جان زنگ پیچه یا کلاس می افتادی بیرون درس خوب یاد گرفتی؟ مشکل اینترنت بود. میدونم عزیزم، میگم درس خوبی مشکل نداری؟ بنویس عزیزم. تافه. آرمان بیان. آرمان جان بیاد عزیزم. خانم معلم، رادین دست پایین کتاب بیار. کتابتو یکم بچرخون، دست دست پایین، مچ دستتو نشکن. خب نگه دار آرمان. خب خوبه آرمان. ببین چرا رو هواه، چرا رو هواه، رو خط زمینه نوشته بشه. بچه ها نشانه یه ت رو وقتی می نویسید ت آخر مخصوصا قشنگ رو خط زمینه بیارید جلو. پرواز نکنه بره بالاها، زلزله هم نیومده باشه. اینجوری تکون تکون بدین دستتون قشنگ صاف و خشک. ایلیا جان تصویر میدی؟ رادین حالت دست داشته باشا. صدرا بیاد ببینم درست کردی. آفرین. اون هم نقطه هاش خیلی بالاه، اونی که نقطه هاش خیلی تو آسمون گذاشتی ها، پاک کن قشنگ بذار سر جای مناسبش همجوری که گفتم. نقطه ها بچه ها لازم نیست خیلی بزرگ بذارید نقطه ها رو، دو تا کوچولو هم بذارید دیده میشه. ایلیا خوبی؟ چرا نمی نویسی؟ چی شده؟ حالا خوبه؟ صدرا نوک مداد تیزه؟ آره. خب بنویسید و بخونید بچه ها. آرمان بنویسید و بخون. سیمین بیاد. این صفحه هست. ببینم چیکار داری میکنی. بله همین صفحه هست. بله هنوز هیچی ننوشتی؟ ایلیا دوستات خط دوم هنه، زود باش بلند کن. صد را بنویس و بخون. صد را بنویس و بخون. صفحه تو رفتی دیگه. خب ببینم آقای سیمین پور، آقای واحدی من دیدم دست خط صدرا رو خوب بود. سیمین جان ببینم بیار جلو، بیار جلو. اشتباهی بگو داشتم. بچه دقت کنید به جای ننویسید. خب خوبه کیان، سعی کن خوش خط تر بنویسید. نقطه ها رو گنده نذار کیان. خب نقطه یه مثلا تاب که نوشتی ب رو خیلی بزرگ نوشتی. جانم بردیا. ایلیا بنویس و بخون. کیان جان بنویس و بخون. جان محمد زحمت میکشید یه بار دیگه نقطه هاش رو برای بچه ها نشون بدید. بله حتما الان نشون بدید.
پسر قشنگم نگاه کنید، گفتیم نوشتن نشانه ت. روحام شما هم حتما ببین، بچه همه ببینید، کسی چیز فعلا ننویسه. نگاه کنید، گفتم بچه نشانه ت رو مثل ب می نویسیم، نوشتنش که دیگه آسونه. خب گفتم دندونه ها کوچولو بذارید، خب مثل کاسه نذارید اینجوری، برای من اینجوری کاسه نشه، دندونه کوچولو. حالا نقطه ها کجا بچه ها؟ دقیقا بعد از دندونه، ببینید کنار دندونه ها و کنار هم دیگه دو تا نقطه کوچولو. ببخشید من خیلی این بر کشیدم. ببینید بچه ها اینجا دیدین، یه بار دیگه نشون میدم، ببینید رو می نویسیم، نقطه ها قشنگ بچه ها بالای، یه ذره بالاتر از این دندونه، کنار هم دیگه. حالا آخر چجوریه؟ اونم همین، این وسط بچه ها بالاتر اگه خیلی بره اینجا تو آسمون نباید نقطه نوشته بشه. خب اگه خیلی هم توی شکم بنویسیم که اینجا میشه، بازم زشت میشه. خب پس کجا بنویسیم؟ اینجا دقیقا دم این دندونه ها بچه ها، یه کوچولو بالاتر، نزدیک دندونه ها یه کوچولو بالاتر، نقطه ها کنار همدیگه و کوچولو خوشگل. ببینید دیدین، پس یه ذره دستتون از دندونه ها، یه ذره از دندونه ها میارید بالاتر، دو تا نقطه کنار همدیگه میذاریم. خب بعدی جان یاد گرفتی عزیزم؟ بچه هایی که احتیاج دارن دوباره بگم، بچه ها حتما حتما دست بالا کنید، من دوباره براتون توضیح میدم. امیر رضا بیاد. آقای سهامی هم بیان. بردی جونم خوب بیاد گرفتی؟ نه. مشکلی که نداری؟ نه. ممنون خانم خانم. خواهش میکنم. خب آفرین بردی ها. بچه ها ت رو خیلی بزرگ ننویسین، به اندازه رو خط بکشید. خب امیر رضا برگردون ببینم. الان بخون و بنویس قشنگم. حالا نه اینو نمیدونم. خب اسمشو نمیدونم، یعنی من تو خط سوم تازه. امیر رضا کدومو نمیدونی بگو ببینم. بس چی بود اون کلمه یه میشه یه دست گیر بدین؟ بس ها یه دقیقه سب کنید کیان و باراد، ببینم امیر رضا کدوم کلمه رو نمیدونه. این دست یا دوست؟ من نمیبینم که، بگی بالا. دوست دو که انجام دادم. خب بگیر بالا بهم نشون بده لطفا عزیز دلم، اینجور نمیبینم. کتابتو بگیر بالا. بچه ها او رو خوشگل بنویسید، قشنگ گردش کنید، از پشتش بیارید. بچه ها ت آخر رو و دندونه های سین و ت، دندونه های س و ت باید اندازه هم باشه. مثلا بارا الان دندونه های سمت بعضیاش بلند و کوتاهه. ببین دست الان خوب نیست. اون تاب بالا تاب. نقطه های ت بالا تاب اونا رو کنار، مخصوصا سومی، یک دو سه فاصله داره. همین رضا سب کن. ببین مثلا خیلی بزرگه، بعد سمت یه اندازه بنویس.
دوست آخرم که نوشتی نقطه های فاصله دارن. این کتاب جواهریه. خب جواهری کدومو میگی؟ تاب؟ بله. کدوم صفحه رو داری مینویسی امیر رضا؟ من اونجا رو نگفتم که کنه. اونجا رو نگفتم بنویسین که این صفحه سمت راستی. آها سمت راستی. من تصویر کتاب رو گذاشتم براتون، یه خورده دقت کنی. حالا یان بنویس بخون که آخر بچسبی. حالا من آخر میمونم. نه اشکال نداره، الان شروع کن بنویس. نه این پایین دیگه. خب میدونی مشکل چیه خانم امیری نجات؟ به خاطر اینکه خط فاصله رو زودتر گذاشتیم، بعد جا نیست که بنویسه، به خاطر همین مجبور اینجوری تو هم بنویسه. ببینین الان رو خط، فقط نوکش یکم بالای خط سرش. الان اون دوست دوست چهارمی اومده پایین خط. آره یه دو خط بکشی کن کالیتی رو بچسبونم. بکش حتی خود خط بنویسید. خب آقای راستین بیان. ببینم کیان. بنویس بسرم بگم چی؟ بله خوبه. روحان ببینم چی کار کردی؟ کیان خوبه آخر. من چرا بلد نیستم بنویسم؟ چون کلمه دوست. دوست؟ من چرا بلد نیستم بنویسم؟ سوته. الان بهت میگم. بخون باهاش. دوست. خوبه دیگه، چقدر درازش کنم. آفرین. خوبه راستی. خوب. روحان جان خوب نگاه کن. ببین من اینو پاک کنم. کلمه دوست یا مثلا بس یا است. خب نگاه کن، وقتی که میخوایم بنویسیم، حالا مثلا من دوست رو مینویسم، او باید بالای خط نوشته بشه چون به هیچ نشانه ای نچسبیده. خب او، حالا س رو میخوام بنویسم. ببین مدادت رو نباید برداری، دندونه های س باید اندازه هم باشه. ببین هر ستاش یه اندازه است، یکی بالا یکی پایین نیست، یکی بلند یکی کوتاه نیست. دستش رو خط میکشی. بچه ها اینو حتما باید انجام بدین. اگه رو خط نکشین الان نشون میدم چجوری میشه. روحام نگاه کن، دارم بر شما میگم. دوست، حالا ت رو مینویسم، میام جلو، نقطه های ت رو این وسط میذارم. دیدی؟ یه بار دیگه س. دستش رو باید حتما رو خط بکشیم و ت رو بنویسیم. حالا اگه دستش رو خط نکشین، من این همه دارم اصرار میکنم بچه، اگه دستش رو خط نکشین اینجوری میشه. نگاه کنی، نشانه اس رو مینویسین، بعد رو مینویسین. ببینین چند تا دندون پشت دارم میشه اینجا رو ببینین. پس حتما باید دست رو خط بکشین بعد رو بنویسین. یاد گرفتی پس دارم با. یه تابه که چه بگم یه سوخت بیدار بشه. بینیم سلام. این هم نزشته. کتاب بنیامین رو ندیدم، حسام رو ندیدم. روحام نوشتی؟ دستتو بالا کن ببینم. خب دوست.
بچه یادتون باشه د رو کمر شکسته کمر شکسته ننویسید ها، با کمر خمیده. آها یه چیز دیگه، بعضی ها بچه ها او رو یه بار دیگه دور میدم نگاه کنیم، حسام نگاه کن، بعضی ها او رو برمیدارن اینجوری مینویسن. این من گفتم بچه ها گردش کنید اندازه کله مورچه از پشتش بیاید، بعضی اینجوری می نویسن، اینو انقدر گنده می نویسید بعد اینو اینجوری میارید رو خط. میشه نباشه ها، هر کی الان او رو اینجوری نوشته پاک کنه درست کنه. او باید بچه ها دایره داشته باشه که اندازه کله مورچه، من گفتم یادتونه گفتم کله مورچه ریز کوچولو، اگه بالای خطه بالای خط، اگه نه روی خط یا پایین. پس اینجوری ننویسید. یعنی تو کل مشقتون ببینید، تو کل مشقتون من دارم نگاه میکنم یهو این میزنه تو چشم، اینقدر که این بزرگه. الان مال حسام همینجوری بود، اوش من دیدم. یه بار دیگه بنویسیم. خانم معلم بله، ما خوب زبو نخوندیم. و نه او بچه ها، این اوه که یاد گرفتید، و نیستا، حالا رو بعد یاد میگیریم. این اوه شکل هم نوشته میشه ولی صداهاش فرق میکنه. است 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 هم نداشت. خب محمد علی بیاد، حق نژاد بیاد، متین بیاد. خب محمد مهدی ب رو خیلی کوچولو نوشتی، یکم باید بکشیش رو خط به آخر رو تاب. خانم معلم جانم من تموم کردم. آفرین، بیار جلو ببینم. باریکلا خوش خطم نوشتی متین، آفرین عزیزم. بلند خوندی متین نوشتی دیگه. محمد مهدی، محمد خانم امتیاز مثبت نمیخوای بگیری؟ مداد درست دست بگی؟ مداد خانم میگه درست دست بگی. آهان آفر بالا. خب ببین محمد علی، خب دندونه های بچه ها گفتم س رو خیلی بزرگ ننویسین، دندونه های س و ت رو کوچولو بنویسین، اندازه کاسه نباشه. دندونه های س و ت باید ریز نوشته بشن. خوبه امیر حسین، فقط ب رو یه ذره کوچولو نوشتی، ب تاب. بقیهش خوبه. خب بیاد آقای اشلقی، آقای نظری. خانم معلم خوب شد. بیا پایین، بیا جلوتر امیر محمد جان. خب ثابت نگه دار که من ببینم. بالا. خب بله خیلی خوبه، مرسی. میتونم من برم خط پایین اونا رو بنویسم؟ نه اونا رو با هم حل کنیم. باشه عزیزم. باشه چشم. مرسی. امیر محمد تاجان بخون و بنویس. رادین جان تصویر بده پسر قشنگم. روحان بیا ببینم چیکار کردی. دوست. آقای سیمین پور بیا ببینم چیکار کردی. دوست. آقای جواهری هم بیان، اینا که جا مونده بودن. نیفتی. خب
بیان ثابت نگه میداری؟ آفرین، فقط دندونه های سفت رو خیلی بزرگ گذاشتی. من گفتم کوچولو بنویسین. باشه؟ زیاد بزرگ ننویسین. بچه ها دست خطتون بذارین از همین حالا خوش خط باشه. قشنگ باشه. هر کی نگاه میکنه مشقاتون رو لذت ببره. خب روحا من هیچی ندیدم. کتابتو برگردون. آخه کتاب انقدر سفید نامرئی شده. نه دیدم دست خط تو کیا. خب روحام جان یه دقیقه کتابتو برمیگردونی؟ برگردون رو به دوربین. خب آفرین، باریکلا. سعی کن کوچیکتر بنویسی پسر خوبم. آفرین، هم بنویسید هم بخونید. رادین برگردون کتابتو ببینم عزیزم. امیر رضا جان بیا پسرم ببینم چیکار کردی. آفرین رادین. خب خوبه، همجور ادامه بده رادین. امیر رضا بچرخون ببینم چقدر نوشتی. امیر رضا بچرخون کتابتو بچرخون عزیزم. دو خط نوشتی؟ خب بقیهش هم بنویس عزیزم. بچه ها به جز امیر رضا کی هنوز ننوشته؟ این چهار خط مشق کی هنوز ننوشته؟ دستشو بالا کنه. خب آقای واحدی، آقای زویی و آقای رفیقی. آقای سهامی هم ننوشتن. دیوت گنده نروش. آفرین به بچه‌ها که سلام می‌کنن. نقطه های تیه یه ذره باید بلندتر باشه. بچه ها گفتم نقطه ها رو از دندونه یه ذره بالاتر بنویسیم. فکر دیگه بنویسیم. دندونه ته رو در نظر بگیرید، یه ذره بالاتر کنار هم بنویسیم که خوش خط بشه، خوشگل دیده بشه. یا آن مدادو چجوری گرفته بودی؟ اینو برای اینکه اصلاف بشه بود یه ذره سنگیتر میبریم. چون بیشتر دوستاتون مشق نوشتن، بریم پایین رو انجام بدیم. شما اینو بعد انجام بدیم برای من بفرستین. خب چون بیشتر دوستاتون انجام دادن، بریم قسمت پایین. بیاد آقای اسمتی دستشو بالا کنه. آقای اسمتی نیستن. آقای اسمتی رادین بیاد. رادین دستتو بالا کن. بعدش هم آرمان. بعدش هم آقای آرمان. بذار خانمتون بپرسه. هی خانم معلم. ایلیا اسمتی چرا از کلاس بیرونه؟
سلام. سلام عزیزم. خب رادین بریم قسمت پایین ببین تصویر چی داریم. اولین تصویر چیه؟ توت. باریکلا توت. ت آخرش چی داره؟ ت ت ت داره. کدوم ت رو بنویسیم؟ ت ت آخر. آفرین. بچه ها بنویسید توت ت ت ت آخر. دندونه ها خوشگل روی خط. ت آخر کدوم بود؟ همه که رو خط میکشیدیم ت آخر. آقای اسمتی بیرونن از کلاس. خب بعدی چیه؟ درخت. درخت. درخت آخرش چی داره؟ ت. باریکلا کدوم ت رو بذاریم؟ ت آخه. باریکلا نگیم بچه ها ت نه ت ت. خب بعدی چیه؟ کبریت. کبریت. کبریت آخرش چی داره؟ ت ت. کدوم ت رو بذاریم؟ ت آخه. باریکلا باید به کلمه قبلیش بچه ها بچسبه ها. باید به نشانه قبلی بچسبه. تو کلمه درخت هم همینطور باید به ت بچسبن. ببینم رادین کتاب تو. آرمان دستت بالا باشه. بیار جلوتر. خب نچسبیده دیگه. ببین درخت باید کبریت هم همینطور هر دوتاش به هم بچسبن. هم درخت هم کبریت. بچه ها باید به نشانه قبلیشون بچسبن. درخت. دندونه ها اندازه کاسه نشه ها. حالا کبریت بچسبه به نشانه قبلی. بله باراد. فکر نکنید من دستم رو بالا کنم اشتباهی بود. نه عزیزم گفتم آرمان. نوشتین بچه ها؟ آرمان نوشتی؟ ببینم کتاب تو. گفتم دیگه، گفتم باید به نشانه قبلی بچسبه. بچه ها چرا گوش نمیدین؟ توی درخت و کبریت باید به نشانه قبلیش بچسبه تا آخر. رادین جان بیار جلو پسر خوبم. چسبیده؟ با شما نیستم، با آرمان بودم. بیار جلو. ندیدم که رادین جونم. ندیدم عزیزم. بگیر بالا دوباره کتاب تو. یه کوچولو بی حرکت نگه دار که ثابت بشه تصویر من بتونم ببینم. مرسی. آفرین دیدم. مرسی. خب آرمان انجام دادی؟ تموم کنم.